everybody. سلام به همگی، پریا خواص هستم. I hope you're doing great. امیدوارم که حالتون عالی باشه. همیشه خدا از من میپرسن آقا تفاوت with با by چیه؟ کی with بیاریم، کی by بیاریم؟ این یه سوالیه که همه دارن. توی فارسی with یعنی با، by یعنی به وسیله. تقریبا میشه گفت شبیه همه. توی انگلیسی اینا رو متفاوته، یعنی نمیتونی interchangeably استفاده کنی. بهت یاد میدم کی از by استفاده کنی، کی از with. و آخر این ویدیو یه سری جمله مینویسم و تو میتونی تشخیص بدی کجاش with کجا بایه. So let's start with the word by. بریم سراغ کلمه by. کیا by رو میاریم؟ آقا میگی by، اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟ passive sentences، جمله های مجهول. ای by اومد پس جمله passive. خیلی ها اینو میگن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کاری انجام شده به وسیله یکی، by somebody. خب پس passive sentences و doer of the action یعنی اون کسی که اون کار انجام داده، یعنی by به وسیله انجام دهنده کار. For example, the decision was made by the jury. تصمیم گرفته شد توسط کی؟ توسط هیئت جوری. So the decision was made by the jury. این جمله پسیوه و داریم میگیم به وسیله کی؟ doer of the action، کسی که اون کار رو انجام داده، کسی که اون در واقع decision یا تصمیم رو گرفته، جوری، هیئت جوری. حالا من میخوام اینو مقایسهش کنم با with. حالا نگاه کن with حالا چه جوریه؟ ما گفتیم اون doer of the action رو مورد حمله قرار میده، میگه by به وسیله یکی، به وسیله یه چیزی. حالا اینجا میایم وقتی with میاریم doesn't show the doer of the action، اون انجام دهنده کار رو کارش نداره. به کی کار داره؟ But shows the tools used for the action. اون چیزی که اون doer یعنی استفاده کرده ازش بابت انجام دادن اون کار رو مورد هدف قرار میده. یعنی چی؟ For example, she was murdered by her husband. اون دختره یا اون خانمه توسط شوهرش کشته شد. ببین doer of the action، شوهره کشتتش دیگه. So she was murdered by her husband. حالا اینو من میام با with میگم. She was murdered with a gun. Gun چیه؟ Toole. اون چیزیه که باش طرفو کشته. پس اینجا میگه شوهرش کشتتش و میگه با چی؟ با گلوله، حالا مثلا با اسلحه. So she was murdered with a gun. نمیگیم by a gun. چون گان که خودش خود به خود نمیکشه که، یه نفر اونو ور میداره میکشه. It's a tool. It's just a tool. یک حالا یه جسمیه. پس with رو برای tools، instruments که اون doer action استفاده میکنه است، یعنی به کار میبری. دومین کار، وقتی verb plus ing داری، مثلا by watching، by doing، by فلان، هرچی ing. For example، You will learn English by practicing. انگلیسی یاد میگیری چجوری؟ به وسیله تمرین کردن. By practicing. هیچ وقت نمیگی with practicing. چرا verb داریم؟ verb ing. Or you will learn English by watching 0 to 100. یعنی با به وسیله در واقع دیدن فیلم های 0 تا 100 میتونی انگلیسی یاد بگیری. So That's it. وقتی verb ing داری by میاری، with نمیاری. سومین استفاده by برای transportation، رفت و آمد، حمل و نقل. میگیم by car، by taxi، by bus. For example, I go to work by bus. من به وسیله اتوبوس میام سر کار، با اتوبوس میام سر کار. So I go to work by bus. I go to work, I go to school, I go to university by taxi, by car, by train, by airplane. همه چی میتونی بگی. خب این سه تا بیشترین مورد استفاده by بود. میرم سراغ with. اولیو که گفتیم تفاوتش رو با by، بیم دومی body parts. With hand، با دست. With eyes، with nose. مثلا you smell with your nose. با دماغت نفتنی بو میکشی. For example, I look with my eyes. من با چشام نگاه میکنم. With my eyes.
eyes part body part دیگه قسمتی از بدنه. And I eat with my hands. با دستام میخورم غذا. Okay? So I look with my eyes and I eat with my hands. اینا body part هم پس with میاری باشون. هیچ وقت by نمیاری. و تو و آخر یه ساختاری هم داریم خیلی ها استفاده میکنن. Be که همون am, is, are, was, where هست که همه جا هم گفتم تو همه ویدیو هم هست. Be busy with something یعنی چی؟ یعنی مشغول بودن با چیزی، یعنی سرگرم بودن با چیزی. For example, he is always busy with his phone. همیشه خدا با تلفنش مشغوله، نگاه نمی کنه، چیزی که الان خیلی می بینیم. So he is always busy with his phone. همش بازی می کنه. So بریم سراغ تمرین ها. یه چند تا جمله می نویسم با هم، در واقع می گیم with یا by. Now it's time to practice more. بیا بیشتر تمرین کنیم. یه سری جمله رو تخته می بینی، من تو هر جمله هم with رو گذاشتم هم by. شما تو خود تو خونه حالا هر جا که هستی بر اساس اون ویدیویی که الان دیدی، یعنی اول ویدیو، میگی حالا کجا with میشه کجا by. Let's start with the first one. بریم سراغ اولی. The email was sent with him یا the email was sent by him. فکر کنید کدومش درسته، by him or with him. میگه ایمیل فرستاده شد توسط اون. By him. Well done. گفتم him is the doer of the action. اون پسره کسی که ایمیلو فرستاده. پس جمله هم پسیوه. پس طبیعتاً by him. Number two. I write with a pen or I write by a pen. من با مداد با خودکار می نویسم. I write with a pen or I write by a pen. I write with a pen. Well done. Because a pen is a tool. یه وسیله‌ایه که من باش می نویسم. گفتم with با tools میاد. وسایل, instruments, tools. Next one. The book was signed with a pencil. یا the book کتابه امضا شد. Yeah. The book was signed by a pencil. Which one? With a pencil. این یه ذره نکته داره. جمله پسیوها ولی ما بگیم یه تول داریم. پس بنابراین میگیم with a pencil. با یه دونه مداد امضا شده بود. The book was signed with a pencil. Next one. She was busy with the household chores. یعنی اون بیزی بود. یعنی مشغول بود با کارای خونه. Or she was busy by the household chores. قسمت with رو نگاه کرده باشی گفتم ما یه ساختار داریم. Be busy with something. پس with. She was busy with the household chores. با کارای خونه که میشه household chores مشغول بود. Next one. Jack was beaten with a mad dog. یا Jack was beaten by a mad dog. یعنی میگه جک به وسیله یه سگ وحشی دیوونه گاز گرفته شد. حالا with a mad dog or by a mad dog. By a mad dog. چون اون سگ دور اکشنه. اون سگ بیت. حالا جک گاز گرفتش. پس بنابراین by a mad dog. فقط هم آدم نیستا. Doer of the action. Next one. Sarah goes to school with taxi. Or Sarah goes to school by taxi. We have transportation. Well done. By taxi. با تاکسی میره سر کار. چون transportation پس by استفاده میشه. میگم سر کار مدرسه. Sorry. I will do my task with my computer or I will do my task by my computer. I will do my task with my computer. Because my computer is a tool. یک وسیله است که شما میتونی باش تسک تو اون کار تو انجام بدی. So I do my task with my computer. این بود از درس امروز تفاوت by و with. زیر همین میتونی جمله بسازی برای من. من براتون کارکت میکنم. If you wanna learn, join and enjoy. Goodbye! حالا من اینو میام با with میخوام در واقع
چی میگن؟ چی شده؟